سیاست خارجی افغانستان در 12 سال گذشته چه مسیری را پیموده است؟ The United States respects the people of Afghanistan. After all, we are currently its largest source of humanitarian aid. But we condemn the Taliban regime. امریکا پیام دوستی ملت افغانستان رسید، پایگاهش منظور شد. آل امریکا صداقت خود به همراه ما ثابت کند. آینده سیاست خارجی افغانستان پس از برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری چگونه پیش بینی می شود؟ خوش آمدید. در برنامه کنونی انتخاب سوم سیاست خارجی دولت افغانستان را به بررسی می‌گیریم. مهمانان من در این بحث آقای محمود سیقل، معین پیشین وزارت خارجه افغانستان و دکتر امین فرهنگ، عضو پیشین کابینه افغانستان. خوش آمدید. پرسش نخست از آقای سیقل مطرح می‌کنیم. آقای سیقل، سیاست خارجی دولت افغانستان را در 12 سال گذشته شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام به شما جوانای بسیار عزیز در اینجا و بیننده‌های محترمتون، من فکر میکنم که در آغاز سیاست خارجی افغانستان دو حادثه بسیار تاریخی رقم زد. حادثه 9 سپتامبر، شهادت قهرمان ملی افغانستان، و حادثه 11 سپتامبر که تا اندازه را افغانستان با جهان گریزد و جهان با افغانستان در بود زیادتر امنیتی. از این خاطر بود که در سالهای اول تعاملات که ما با جهان بیرون داشتیم در عرصه امنیتی به مراتب زیاد بود، ولی هر قدری که رفتیم به طرف قانونسازی و دولتسازی و طرح قانون اساسی، زمینه از این مساعد شد که سیاست خارجی ما شاخ و برگ پیدا کنه و زیادتر بریم در عرصه های سیاسی و اقتصادی و امثال هم کار کنیم. در قدم اول جهان بیرون زیادتر در اینجا لنگر کارشان بالای مسائل امنیتی بود و ای افغان ها بودن که ارباری که با دنیای خارج صحبت میکردن به شکل متفق و رأی جامعه جهانی را دعوت میکردن به بازسازی افغانستان، و خوشبختانه که تا اندازه این نتیجه هم داد، یعنی جامعه جهانی پایش کشانده شد در بازسازی و توسعه افغانستان. در سال 2004 وقتی که ما قانون اساسی را توشیح کردیم، ماده 8 قانون اساسی و با وضاحت میگفت که خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان باید ترتیب شود و به تصویب شورای ملی رسانده شد، و به همین شکل از وظایف کلیدی و وظایف اساسی رئیس جمهور همی بود که سیاست داخلی کشور و سیاست خارجی را تدوین کنه و ایره به تصویب پارلمان افغانستان برسانه. متاسفانه در حالی که 10 سال از توشیح قانون اساسی گذشته، نمی کار تا بال صورت نگرفت. چرا کار صورت نگرفت آقای محمود سیقل؟ خب تا اندازه را اجازه بتین که یک اندازه در این بستر 12 سال ببینیم که چی حوادثی صورت گرفت که ما به این نقطه رسیدیم. حالا عاملی که این کار صورت نگرفته را لطفا ببینین. من فکر میکنم که دلیل اساسی شاید نمی باشه که در 5 سال اولی که ما قانونسازی کردیم در داخل افغانستان و نظام سازی کردیم تا اندازه را، البته که جامعه جهانی علاقمندی بسیار زیادش در عرصه امنیتی بود. این ماها بودیم که تاکید داشتیم بالای قانونمندی و بالای قانونسازی و بالای نظام سازی در 4-5 سال اول. وقتی که قوانین افغانستان مثلا قانون اساسی ترتیب داده شد و نظام تا اندازه جان گرفت، کسانی که در قدرت رسیدن شروع کردن به مشق و تمرین با قوانین افغانستان و با تطبیق قوانین و به همین شکل کار کردن با نظام. هر قدری که اینا با قوانین و با نظام کار کردن و در عین زمان با نظام هم تعمیر میکردن، آهسته آهسته دستای خود بسته پیدا میکردن. ما چندین دهه جنگ پشت سر گذاشته بودیم و تا اندازه را به اون شکل که افغانستان قانونمند باشه نبود. تداوم قدرت کسانی که در رأس قدرت آمدن برشان این کار مشکل می ساخت. فکر کردن که اگر که قانون ما کار کنیم، آهسته آهسته خود قانون زمینه را مساعد می سازه که ما از قدرت کنار بریم، یک انتخابات سالم و شفاف برام افته. به همین شکل ما جوابده هستیم پیش نماینده های مردم افغانستان، باید بریم به پارلمان.
ما شاهد ازی بودیم که بجای ازی که دولت مردای ما خود تسلیم قوانین کنن، آیسته آیسته ماده های قانون به ذوق خود اینا تعبیر کردن و کوشش کردن که قوانین و ماده های قوانین تسلیم خود کنن، به حدی که نشانه های بسیار واضحش ما دیدیم. به طور مثال ماده 110 قانون اساسی با وضاحت میگه که لوی جرگه قانونمند یعنی چی. 10 سال گذشته ما لوی جرگه قانونمند در راستای تدویر یک لوی جرگه قانونمند گامی را نبرداشتیم. به طور مثال قانون اساسی با آسانی به پارلمان افغانستان این وظیفه را میده، این صلاحیت میده که یک وزیر سلب صلاحیت کنند که کردن، و متاسفانه که ما دیدیم که وزیر 3 سال 4 سال هنوز هم در وزارت خود باقی ماند. یعنی ماده های سیاه و سفید و واضح قانون اساسی نادیده گرفته شد و این باعث شد که سیاست داخلی کشور پاشان شود. و متوجه باشین که سیاست داخلی کشور زیادتر انعکاس شدن در سیاست خارجی میبینن. مشکل کلان دیگه می بود، اما بر ترتیب این ما فراموش نکنیم که دستاوردهای هم داشتیم. یعنی هر قدری که رفتیم به طرف قانونمندی و به طرف دولت سازی، ضرورت از ایجاد شد که ما بریم در دیگه عرصه ها و تعاملات با جهان بیرون داشته باشیم. به طور مثال در عرصه اقتصادی در دسامبر سال 2005 ما اولین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای را دایر کردیم در کابل که پای 12 کشور منطقه را کشاند به کابل به سطح وزرا، و برای اولین دفعه مسائل از قبیل انرژی، از قبیل ترانسپورت، ترانزیت، تجارت و امثال هم مورد بحث قرار گرفت و افغانستان شامل معادلات اقتصادی منطقه شد. سپاس. شما فراموش نکنید که در نهایت سیاست چی سیاست داخلی است و سیاست چی سیاست خارجی است، به خاطر رفاه مردم است و مسائل اقتصادی فوق العاده مهم است. سپاس. آقای فرهنگ، در 12 سال که گذشت دولت افغانستان چقدر استقلال عمل در سیاست خارجی خود داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام به شما و جناب آقای سیقل و همچنان بینندگان محترم و جوانانی که اینجا تشریف دارن. خب البته من یک تبصری بسیار کوتاه میکنم. وقتی که من صحبت میکنم به حیث یک فرد مستقل صحبت میکنم، به هیچ کدام تنظیم یا حزب یا سازمان یا حتی خود حکومت از 6 سال 5 سال به این سو دیگه ارتباط ندارم. گفتار من گفتار مستقل خودم است. من فکر میکنم که در سایه سیاست خارجی، همونطور که بیشتر آقای سیخل گفتن، در اوائل در شروع بعد از اینکه اداره موقت در افغانستان آمد و حکومت انتقالی و تا به انفاذ قانون اساسی تا بعد از او هم تا یک مدت، ما حکومت افغانستان تانست که یک تیم منسجم و خوب هم در سایه سیاست اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی ایجاد کنه و یک همکاری به این پیدا شود تا افغانستان در اطور یک حالت غامض و پیچیده که داخل شده بود در اثر واقعاتی که در جهان آمد گیره، درست به سمت درست رهنمایی کنه. حالا کار این تیم منسجم چقدر تاثیرگذار بود روی سیاست؟ تاثیرگذار همین بود که ما تانستیم که هم مثل که آقای سیخل بیشتر گفتن که نهادهایی را ایجاد کنیم، کنفرانس هایی را دایر کنیم که کشورهای منطقه را که به شکل از اشکال در سیاست خارجی افغانستان، سیاست داخلی افغانستان دخیل هستند، اونا را به خود نزدیک بسازیم، با اونا به تفاهم برسیم، و یا اگر به تفاهم هنوز نرسیده بودیم امی مسیر داخل شویم که بالاخره به یک روز به تفاهم برسیم. اما متاسفانه باید بگویم در اثر اشتباهی که در داخل حکومت افغانستان صورت گرفت، همو تیم که موجود بود همون تیم از هم شکست. کسانی بودند که اونا تجربه در مسائل سیاسی داشتند، در مسائل بین المللی داشتند، اونا صحنه بیرون کشیده شدند، کسانی دیگه آورده شدند که اونا نه تجربه داشتند، شاید از نظر تیوری چیز میفهمیدن اما از نظر عملی تجربه عملی نداشتند. و همون سیاست خارجی طرح شده اول که به یک شکل ما رو به طرف هم در منطقه با همسایه‌ها و هم در سایه بین المللی که با تمام دنیا ما یک جای بودیم، در هر دو طرف همون سیاست متوازنه بر هم زدن و یک تا به امروز ما میبینیم که گاهی به یک سمت، گاهی به یک سمت، گاهی به سمت دیگه میره و هیچ از مسیر درست خود برآمد منحرف. حالا این استقلالیت را داشته دولت افغانستان در سیاست خارجی خود یا خیر؟ بله، دولت افغانستان استقلال عمل و استقلالیت در سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی داشته یا خیر؟ حکومت افغانستان ظاهرا اینطور نشان میده که در سیاست خارجی خود استقلالیت داره، اما حکومت افغانستان در این زمان تداوم
و یک پارچگی یا یک راهی سیاست خارجی خود از دست داد. به این معنایی که سیاست خارجی افغانستان نیاز است که به صورت یک تیم پیش بره، این دستخوش امیال و تصامیم فردی و یا گروپی کوچک شد. دلیلی چی بود آقای فرهنگ؟ دلیلی بود که فضای عدم اعتماد پیدا شد. این فضای عدم اعتماد نمیفهم در اثر چی بود، درست دلایل شما نمیفهم، اما این فضای عدم اعتماد میخوایم نظر آقای سنقلا بگیریم. بلی. فضای عدم اعتماد دلیلش به باور شما چی بوده میتونه؟ ببینین، ما در 12 سال پیش یک اداره موقت داشتیم، یک اداره عبوری داشتیم، باز یک حکومت موقت داشتیم. پس ما در موقف قرار نداشتیم که استقلال عمل داشته باشیم در سیاست خارجی، اما توقع می رفت که با گذشت زمان آهسته آهسته هر قدری که قانون اساسی سر پایش استاد میشه و تطبیق میشه و دیگه قوانین افغانستان تطبیق میشه، یعنی و هر قدری که نظام شکل در اداره موقت ما اداره حکومت نداشتیم، افغانستان از سوی دولت مردان افغانستانی اداره نمیشد. میشد، اما امید دستگاهی که باید داشته باشیم نداشتیم. به طور مثال یک وزیر صاحب میامد در وزارت خارجه، به خاطر در وزارت خودش میز چوکی نبود، یک اتاق گرفته بود در اوج وزارت میکرد. یعنی امکاناتش در اختیار ما نبود در سال 2002 و 2003 و 2004 که ما بیایم سیاست گذاری کنیم و سیاست چیزی را که طراحی میکنیم عملیش ساخته بتونیم. ما در سالهای اول در موقف قرار نداشتیم که مستقلانه عمل کنیم، دستگاه وجود نداشت، امکانات وجود نداشت، متوجه هستین؟ اما با گذشت زمان امیدی از این میرفت که در سال 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ما در یک موقف قرار داشته باشیم که استقلالیت خود داشته باشیم. مشکلی که پیدا شده می بود که هر قدری که دولت مردای ما با قانون و با نظام کار کردن، به جای از اینکه خود تحویل بدن به قانون و نظام، قانون و نظام در اختیار خود قرار دادن، سلیقه های شخصیشان، به حدی که امروز شخص رئیس جمهور وقت سیاست گذاری میکنه نه در مشوره با وزارت خارجه افغانستان است، نه در مشوره با مشاورینش است، نه در مشوره با وزرایش است، نه در مشوره با پارلمان افغانستان که نماینده های مردم دوجش ششته. فلیازا خامخا وقتی که سیاست گذاری یک نفر میکنه، تمام سیاست خارجی کشور در چهره یک نفر خلاصه میشه. حالا فکر نمیکنید در این سیاست گذاری ها دستای بیرونی هم دخیل بوده باشند؟ خامخا پس استقلالیت ما نداشتیم در سیاست خارجی. ببینین، استقلالیت ما وقت میتونیم داشته باشیم که توانمندی های داخلی افغانستان زیاد باشن، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه امنیتی، هم از نگاه اقتصادی. وقتی ما این چیزها رو نداشته باشیم مشکل میشه، اما رایش وجود داره. یعنی اگر ما میتونستیم که مغزای متفکر سیاسی و دیپلماتیک خود را جمع کنیم از بادیگاه مختلفشان و کوشش کنیم که طرح خطوط اساسی سیاست افغانستان بریزیم و قانونمند شویم و با چیزی که طراحی میکنیم در چارچوب از او کار کنیم، در اون صورت امکان داشت که سیاست ما وزن بگیره. حالا آقای سیقل، شما هم زمان معاون وزیر خارجه دولت افغانستان بودیم، در اون زمان شما آزادی عمل نداشتین در عرصه سیاست خارجی؟ به صفت یک شخص داشتم، اما به صفت ای که دولت به اون شکل قوت خود داشته باشه، ما در سال 2005 و 2006 معین وزارت خارجه بودم و او هم اولین و آخرین معین اقتصادی وزارت خارجه می بودم. ما در سال 2005 به این نتیجه رسیده بودیم که وقت از این رسیده که دستگاه دیپلماسی افغانستان شامل یک پروگرام فرسایشی ریفرم شود. چرا در سالهای اول ما فقط غارا را پوت می کردیم، این سفارت بگی، او سفارت بگی، وزارت خارجه را پوت کن. اما چند سال که گذشت به فکر ازی افتادیم که وقت ازی رسیده که ما بریم دستگاه دیپلماسی خودم مسلکی بسازیم، کادرهای دیپلمات تربیت کنیم و برای سفیرای خود که در کشورهای G8 میرن چی لایه وظایف داشته باشیم، به سفیرای ما که به کشورهای G20 میرن چی لایه وظایف داشته باشیم و سفیرای ما که در منطقه میرن چی لایه وظایف داشته باشیم. این کارا رو باید میکردیم که این جانب این کارا رو شروع کرده بود که ما این کارو شروع کنیم و به اساس امی لایه وظایف کادرهایی را پیدا کنیم و اینا رو موظف بسازیم. اما ساخت و بافت سیاست داخلی قسمی بود که به این مسائل اجازه نمیداد. به طور مثال یک جناب که شامل یک ائتلاف با ریاست دولت یک پروژه را میکرد که فلانی جان فلانی جان فلانی جان در فلانی سفارت ها مقرر شود به این سفیر. وقتی شما این پروژه را رد میکردین ائتلاف دولت بر هم میخورد. یک سلسله مشکلات عجیب قماش وجود داشت که اجازه نمیداد که ما قوت بگیره
امور ریفرمی را که ما انتظار داشتیم در دستگاه دیپلماسی و خود حکومتداری هر قدری که در حکومتداری ما قانون شکنی کردیم به ما اندازه فساد آمد و وقتی که فساد داخل شود در بافت حکومتداری باز دیگه اجازه نمیده. سپاس آقای سیقت. پس از میان برنامه دوباره این بحث را دنبال میکنیم. در این بخش برنامه می خواهیم دیدگاه جوانان حاضر در این بحث را بپرسیم که اونها سیاست خارجی دولت افغانستان را در 12 سال گذشته چگونه ارزیابی میکنند. به نام خدا، عبدالسلیم فایق هستم، یکی از دانشجوی روابط بین الملل. از نظر من سیاست خارجی افغانستان در ته 12 سال گذشته، اگرچه ما میدانیم، همه میدانیم، دوستان پیشتر اشاره کردن که سیاست خارجی یک برنامه است که در داخل کشور طراحی میشه و ای با توجه به امو توانمندی هایی که در داخل کشور وجود داره، این توانمندی ها میتونه اقتصادی باشه، سیاسی، و مطابق به ای و با توجه به ای طراحی میشه. متاسفانه و ای باید همخوانی داشته باشه با سیاست خارجی قدرت های بزرگ، اما متاسفانه به نظر ما سیاست خارجی افغانستان این ویژگی ها را نداشت. وقتی که سیاست خارجی افغانستان طراحی میشد، همین دستگاهی که سیاست خارجی افغانستان که مشخصا وزارت خارجه است، شاید هم از اینی یعنی این ویژگی ها را بهش غفلت میشد، دیده نمیشد که آیا سیاست خارجی قدرت های بزرگ در منطقه در سطح نظام بین الملل چگونه هست که اینا که دولت افغانستان سیاست خارجی خود مطابق با سیاست خارجی قدرت های بزرگ طراحی میکرد. به نظر من متاسفانه این غفلت صورت گرفت. سپاس. تشکر. شما بفرمایید دوست عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام حضار محفل. چیزی که در یک دهه اخیر ما در حوزه سیاست خارجی افغانستان دیدیم، یک نوع برتری فرد بر نهادهای تصمیم گیرنده سیاست خارجی. متاسفانه در یک دهه اخیر فرد ارجحیت داشته بر حوزه سیاست خارجی افغانستان. نهادهایی که در افغانستان باید همه حوزه را اداره کنند، وزارت خارجه، شورای ملی و خود آقای رئیس جمهور، ولی طور آقای رئیس جمهور عمل کرده که تمامی همین حوزه های تصمیم گیرنده را دور زده و یک نوع برخورد سلیقه‌ای با حوزه سیاست خارجی که بسیار مهمه، یک برخورد سلیقه‌ای داشتن. مثال از این ما میتونیم در همین پیمان امنیتی ببینیم که تمام همین نهادها تاکید بر امضای آزی دارن و آقای رئیس جمهور مطابق به سلیقه خود عمل میکنه. تشکر از شما. سلامت. تشکر. دوباره به این صف برمیگردیم دوستم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و بارد سلام و ادب. شکرالله میرزایی هستم، یکی از دانشجویان رابط بین الملل. همانطور که دوستا عرض کردن، سیاست خارجی افغانستان تا یک دهه گذشته از فراز و فرودهای بسیار گذشته است، اما همه ما میدانیم که تاریخ افغانستان لبریز است از واقعیت هایی که چه در داخل افغانستان و چه در نهای افغانستان شکل گرفته است. یک نقطه عطف بود بعد از اینکه افغانستان مورد توجه دنیا و جهانیان قرار گرفت و افغانستان یک بار دیگر مورد حمایت همه کشورها قرار گرفت. متاسفانه سیاست خارجی ما را در رقم قربانی یک تیم ناکارا شد که امروز متاسفانه ما اون مزایا و معایب از اون متاسفانه بیشتر میبینیم. من فکر بکنم که اگر از این فرصتی که برای افغانستان، برای هر کشور دیگه که اگر مساعد میشد بیشترین استفاده را میکرد، اما متاسفانه ما آنچه که در کنفرانس بن تعهد شد که باید سیاست خارجی افغانستان و تمام دستگاه سیاسی افغانستان باید نهادمند و قانونمند میشدن، متاسفانه از اوزی قانونمند شدن و ساختارمند شدن رفتن به طرف محوری، فرد محوری. امروز متاسفانه آقای رئیس جمهور کرزی طور سیاست خارجی را به دست خود گرفته و همه آنچه که تصمیم میگیره خودش است و فرد حرف اول و آخر خود میزنه. امیدوار هستیم که هرچه آنچه که در توان داره برای تاریخ افغانستان و برای مردم افغانستان، بزرگترین میراثش که عبارت از امی پیمان امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان است، هر چه عاجلتر ایره به توافق برسانه. تشکر از توجهتون. سپاس.
شما بفرمایید. تشکر میکنم. مسعود آدرخش هستم، دانشجو. من مشخصا من به سوالتان پاسخ بدم، یکی از نظر من مواردی که سیاست خارجی افغانستان در طی 12 سال گذشته آسیب پذیر ساخته، سه مورد بسیار عمده است. یکی که در صحبت های مهمانان هم اشاره شد به نحوی، و در واقع تاثیر کارگزار بالای ساختار بوده. ما جدا از اینکه ما ساختارهایی داشتیم نداشتیم، ما یک سیاست خارجی مدامن داشتیم نداشتیم. در روشنایی قانون اساسی افغانستان سفیدی و سیاهی ها را مشخص کرده تا اندازه، اما این کارگزارهایی بودند که در واقع به خواست خودشان سیاست خارجی افغانستان را تعیین میکردند. و مثلا سفیری که از یک کشور وظیفهش به اتمام میرسید، سفیر دیگه که جایگزین از اون میشد، در واقع به خواست خود سیاست خارجی را تنظیم میکرد. نقطه دوم، در واقع ضرورتاً به کشورهای مثل افغانستان این است که سیاست خارجی ما در واقع برایند سیاست داخلی باشه، یعنی سیاست خارجی ما انعکاس یافته سیاست داخلی باشه. ما مثلا در کشور ما ترکیب ملیتی را ما در نظر میگیریم، این ضرور نیست که مثلا با در سیاست خارجی ما در واقع ترکیب ملیتی در نظر گرفته شود. و نکته سوم از نظر ما، در واقع سیاست خارجی بر اساس منافع ملی باید شکل بگیره. یک نکته را میخواهم که اضافه بکنم، این است که در صورتی که منافع ما ایجاب نمیکنه، این ضرور نیست که ما همراه تمامی کشورها روابط دوستانه داشته باشیم. در تمام کشورها ما سفارت باز کنیم و سفارت داشته باشیم. مثلا ما با شیلی که ما هیچ روابطی نداریم و بر منافع ملی ما اثرگذار نیست، با ما ضرور نیست که ما همراه اونها رابطه داشته باشیم. این از سه نکته بوده که در واقع سیاست خارجی 10 سال گذشته را آسیب پذیر ساخته. و نکته آخری است که ما یک سیاست خارجی و دکترین سیاست خارجی مدون نداریم. در صورتی که دکترین نداشته باشیم، برایندش در واقع تاثیرگذاری کارگزار با ساختار است و همی به همپاشیدگی سیاست خارجی. تشکر. سپاس از شما. آقای فرهنگ، منازعه تاریخی دولت افغانستان با پاکستان و حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور چقدر روی سیاست خارجی ما تاثیرگذار بوده؟ ببینید، اول خب بسیار تشکر میکنم از جوانان که بسیار در مسائل عمیق وارد هستند و مسائل بسیار خوب تحلیل میکنند. تشکر از شما. دوم، امیدواری بسیار کلان است برای آینده. در مورد سوال شما باید بگویم که بعد از واقعه 11 سپتامبر افغانستان با دو موضوع بسیار کلان مواجه شد به صورت غیر مترقبه. هیچ آمادگی نبود، هیچ، مثل که آقای سیخل پیشتر گفتن، حتی نهادها وجود نداشت که سیاست خارجی افغانستان تنظیم کنه. تا آهسته آهسته به وجود آمد که بعد از او، مثل که جوانا گفتن، حتی نتانستیم از امام استفاده کنیم، منحرف شد. این دو واقعه کلان، یکی مسئله خود 11 سپتامبر بود و آمدن جهان به افغانستان، که حکومت افغانستان باید روابط خود با جامعه بین المللی به یک پیمانی بزرگ تنظیم میکرد که ایره تا اندازه تانست، اما تا اندازه نتانست ایره کنار بگذاریم. اما مستقیم وقتی که به بعد دومش که بارت از روابط ما با کشورهای منطقه و مخصوصا همسایه پاکستان باشه، در اینجا ما از آغاز تا به امروز میبینیم که یک سیاست زیگزگ همه تو شکسته شکسته رو حکومت افغانستان در پیش گرفته. گاهی پاکستان بهترین دوست ما میشه، گاهی پاکستان دشمن کلان ما میشه که در امور داخلی ما مداخله میکنه و نمیگذاره که در افغانستان حکومت یا امنیت مطابق به میل مردم افغانستان بیایه. بعد از وقتی که یک کمی از این را چی میشه صدمه میبینید، باز پس کوشش میکنند که با دادن یک نوع رشوت سیاسی به پاکستان پس جلب توجه کنند و جامعه بین المللی خود دور میکنیم. میگیم که اینجا یک محور نو ایجاد میکنیم که ما هم دوست شیم جرگه امن میشه، نمیفهم شورای عالی صلح میشه و مذاکرات میشه و ملا برادر برای او میتونه ما را حل کنه دیگر کنه، در حال کلش خیال است. نه ملا برادر میتونه موضوع را حل کنه، نه دیگرایش که برآمدن از چی، تمام قضایا در خود پاکستان است. این حال در اتور یک سیاست زیگزگ طبعا ناکامی ساخرش. اگر یک سیاست متداوم و دوامدار از آغاز ترتیب می شد و اتو فکر می شد که اینی هدف است که ما می خواهیم برآورده سازیم و اینی وسایل محدود است که ما در اختیار داریم که توسط این وسایل به می هدف کلان ما برسیم، از امی به صورت یک کار دستجمعی و یک تیم قوی
کار میشد و به مو هدف خود نزدیک میشد، مثل که در شطرنج بازی میکنن، یک هدف دارن که طرف مقابل چطور مات کنم از میدان بکشم، به اون طرف میرفتن ما به یک جای میرسیم. اما متاسفانه که این صورت نگرفت و یک تشتت در سیاست خارجی ما در قبال پاکستان به وجود آورد که امروز ما در یک حالت خرابتر قرار داریم نسبت به پاکستان. سپاس. پس از میان برنامه دوباره این بحث را دنبال میکنیم. دوباره خوش آمدید. آقای صیقل، نگاه شما به سیاست آینده خارجی در افغانستان یا سیاست خارجی آینده در افغانستان چیست؟ چی متغیرهای را دخیل میدونید در سیاست خارجی آینده افغانستان؟ خب، من فکر میکنم که سه مسئله با هم جدی گره خوردن: انتقال سیاسی، انتقال امنیتی، انتقال اقتصادی. و اگر ما بتانیم که از بستری سه انتقال موفقانه بیرون شویم، شاید که سیاست خارجی ما به شکل معقولش شکل بگیره. یکی از مشکلات اساسی که ما خود داشتیم در آینده فرا 2014 تعادل روابط ما است یا حفظ روابط ما است با منطقه و قدرت‌های فرا منطقه. ببینیم در طول تاریخ در قرن 19 در قرن 20 شما اگر ببینین مطالعه کنین تاریخ افغانستان، هر وقتی که ما تانیستیم این تعادل حفظ کنیم و یک بازی را در پیش بگیریم که در حکوم یک قدرت سقوط نکنیم، افغانستان یک سال نسبی داشت. از 1919 که افغانستان استقلال خود داشته تا کودتای کمونیستی تا اندازه ایره، من نمیگم که تمام اوقات روی هم رفته، این توازن ما حفظ کردیم و افغانستان تانیسته که نفس بکشه. با آمدن کمونیسم و اشغال افغانستان توسط تا جمهوری شوروی سابق توازن بر هم خورد که تا امروز شوکهایش ما میبینیم. حال برای ما مهم است، در حالی که ما یکی از جوانهایی جو گفتن که آمدن دنیا یک نقطه عطف بود که 100% با ایشان ما موافق هستم، در طول تاریخ بشر هیچ کشوری به این پیمانه توجه دنیا را با خود نداشته و به این پیمانه از امکانات برخوردار نشده. فلیازا یک فرصت است که اگر کسایی میگه که ما دستاورد داریم و چطور و چنان، دستاوردها کافی نیست در مقایسه با این امکانات که در اختیار ما قرار گرفته. این دستاوردها بسیار کم است. حال من فکر میکنم یکی از نقاط مثبت 12 سال گذشته همی بوده که دنیا با افغانستان زیاد بلد شده و افغانستان با دنیا، و ما باید تشکیل به یک سرمایه تبدیل کنیم. یک دیدگاه کلان فرادهی تحول باید داشته باشیم. خب از 2014 تا 2024 ما یک دهه تحول داریم که هنوز هم ضرورت داریم به کمک های جهان، هنوز هم ضرورت داریم به توجه جهان. اما در سال 2024 افغانستان به کجا میرسه؟ من فکر میکنم با در نظر داشت واقعیت های تاریخی که در این مملکت وجود داشته، در نهایت افغانستان باید برسه به یک بیطرفی پایدار، به یک بیطرفی دائمی. چقدر خوشبین هستیم که پس از برگزاری سومین دور انتخابات به این آرمان برسیم. ما قسمی که گفتم که اگر کارت هایی که باقی مانده، اگر این کارت ها را عاقلانه بازی کنیم و درست بازی کنیم، به طور مثال اجازه بدیم که یک انتخابات سالم، شفاف، نسبتاً، البته من نمیگم 100%، نسبتاً سالم، شفاف، با اعتبار، با وزن صورت بگیره که نتیجه از او مورد پذیرش اکثریت جناح‌های سیاسی و مردم افغانستان باشه. من فکر می‌کنم چقدر خوشبین هستین آقای صیقل نسبت به همچین انتخابات شفاف؟ من خوشبینیم بسیار زیاد نیست، اما فکر میکنم که اگر در 3.5 ماهی که باقی مانده ما یک پلان ضد تقلب فرسایشی را ترتیب بدیم که در اوج مردم افغانستان نقش خود بازی کنه، ما میتونیم که تقلبات پایین بیاریم، تخلفات پایین بیاریم و نتیجه از انتخابات مورد پذیرش شخصی. حالا دلیل این که شما زیاد خوشبین نیستین مشخصا چیست؟ من فکر میکنم که 4-5 ارگانی که موظف هستند که انتخابات برا بندازند، به شمول دو کمیسیون انتخاباتی، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و همچنان وزارت معارف، ارگانایی که هستند، آدم میبینه که کسانی از مابین اریکه قدرت میخواهند که تسلط خود روز به روز بالای این ارگانا زیاد بسازند و زمینه را مساعد بسازن، استیج را مساعد بسازن برای یک تقلب. از او خاطر این مربوط هوشیاری مردم افغانستان ساله که چی کنیم که اینمی فرصت یا برشان نتیم، یا اگر میتیم تقلبات کم بسازیم با پلان زر تقلب خود. یکی از عناصر کلیدی پلان زر تقلب همی است که همه ما به پای صندوق های رای بریم.
با وجود مشکلاتی که وجود داره. نه تنها کسانی که واجدین شرایط رأی هستند، بلکه فامیلای خود، بچه‌های خود، دخترای خود، فقط به خاطر نمایش قدرت مردم و حضورشان در پای صندوق‌های رأی، گرچه اونا رأی نمیدن اما رفتنشان در صفها جای گرفتن مهم است. یک مسئله مهم است که اگر حضور مردم پررنگ بود در صندوق‌ها جای کم میمانه برای تقلب. اگر خدا نخواسته حضور مردم کم رنگ بود، صندوق ها خالی ماند، در ختم روز والی صاحب و قماندان صاحب امنیه و دیگه مسئولین، من نمیخوام کلشان ملامت کنم، کسانی پیدا خواهد شدن که به نفع قدرت اونا را صندوق ها را پر کنن و رایی کنن به مرکز. سپاس. مسئله دیگه نظارت مردم است و نظارت بین‌المللی است و نظارت مطبوعات افغانستان است که چطور از امیال نظارت کنن مسئولین انتخاباتی را، عملکردهایشان و با یک پالیسی نام گرفتن و شرماندنشان کوشش کنن که زمینه را کم بسازن برای تقلب و تخلف. سپاس از شما آقای سیقل. جناب فرهنگ، آقای سیقل ابراز نگرانی کردن نسبت به تقلب در انتخابات. دید شما چیست؟ شما چقدر خوشبین هستید نسبت به انتخابات و دولت آینده و شفافیت انتخابات؟ خب ما ذاتاً یک آدم خوشبین هستم. ما به یقین نیستم که ما در انتخابات هر چقدر که کوشش و که تقلب صورت بگیره و این کوشش میره صورت میگیره. این کوشش را مشخصا چه کسایی خواهد کردن؟ خب کسایی هستند که در زعامت فعلی میخوان که زعامت به یک شکل دیگه نگاه کنن. اونا هم دستن در کار هستن، کسایی هم هستند که در این دستگاه بودن و با ارتباطاتی که با جامعه بین‌المللی و با کشورها دارند میخواهند که از او را استفاده کنند. امیال ما خبر داریم که بعضی از کاندیدا هستند که با کشورهای خارجی در تماس هستند برای ازی که از او برای خود بهره برداری بکنند. حالا نفوذ قدرت‌های بزرگ و ابرقدرت‌ها در افغانستان چقدر میتونه روی سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشه؟ تا یک اندازه، اما همونطور که گفته شد، اگر ملت افغانستان و مردم افغانستان بدون از این که از حراس داشته باشن از حملات دهشت افغانی و دیگه و دیگه به صورت کتلوی مراجعه کنن به صندوق‌های رأی و اظهار وجود کنن، باز این میتونه خودش یک قوی را ایجاد کنه، یک قوی مردمی را ایجاد کنه که تمام حملات بیگانه که شکل مداخله در انتخابات شفاف داشته باشه و تا اندازه زیاد خونسا میساز، اگر به کلی از بین برده نمیتونه، اما شفافیت انتخابات یک اندازه خود مردم میتونن که به دست خود بگیرن. اما ما میخوایم که یک دفعه پس به سر موضوع اصلی که وارد سیاست خارجی باشه بیایم، یک دو کلمه بگویم که مثلا یکی از جوانان اینجا یک نقطه بسیار خوب گفت، یاد کرد که او برای تنظیم سیاست خارجی افغانستان گفتن که اولا امی قرارداد امنیتی یا می توافقنامه امنیتی می که است، اینمی یک جزی از سیاست خارجی افغانستان است، باید امضا شو که مری تایید میکنم که این افغانستان به طرف یک مسیر نو میبره و همو دهه تحول که گفتیم یک سرآغاز خوب برش میشه. اما برای اینکه اون امور انجام بده باید است که زعامت فعلی همیال که دو سه ماهیش مانده باید است که اولا این کار خودش انجام بده، اگر انجام نمیده باید شرایط طور مایا بسازه که زعامت جدیدی که میایه او انجام بده، به هر صورت این صورت میگیره. اما زعامت جدید متاسفانه که ایره به کمال تاسف بگوییم که در داخل نظام دموکراسی ما که توسط قانون اساسی افغانستان تضمین و تسجیل شده، یک نظام کوچک فردگرایی و اتوکراسی را به وجود آورده و تمام اختیارات هم اونا با دست گرفتند. از او خاطر است که هم ملت، هم پارلمان، هم جامعه مدنی و دیگر نهادهایی که در افغانستان هستند، اینا از تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی و همگی دور ماندند. اینی رو باید اصلاح کنند، یعنی یک دفعه دروازه رو باز کنند برای ازی که کل دیگه سهم بگیرند، باز انتخابات ما هم شفاف شده میتونه. ما نمونه کلانتری نیازیر در امی جرگه مشورتی دیدیم. جرگه مشورتی اول آمد برای این منظور آورده شده بود که در سایه سیاست خارجی افغانستان در قرارداد با جامعه بین المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا هر تصمیمی که بگیره رئیس جمهور گفته بود من میره عملی میکنم، اما در آخر وقتی که تصمیم خود گرفت و مراد رئیس جمهور نبود، رئیس جمهور پای خود پس کشید. این اینجاست که سیاست خارجی افغانستان یک صدمه بسیار کلان رسوند. برای اصلاح ازی باید است که اینال اقدامات صورت بگیره که ما به کلی پس به طرف انزوا نریم. یک مثال دیگر برای شما میگم، مثلا به ارتباط روابط ما با همسایه ها، تنها ایران ما میبینیم، ایران بسیار به صراحت لهجه گفت خب سیاستشان است، زمامدارشان است، حق دارند که بگوین. گفتن که ما مخالف
مطلق این امضای می قرارداد هستیم با آمریکا یا افغانستان با این انجام بده ما یک جوابشان نداریم در حالی که عمل خود حکومت ایران به تمام قوت خود کوشش میکنه که از این انزوای 10 12 ساله‌ای که با جامعه بین المللی داره خود بیرون بکشه پس دنیا نزدیک کنه اما در مورد افغانستان میگه که ما مخالف هستیم این جس سیاست خارجی ما در واقع ناکام میمونه و نمیتونه که تا اینمی مسئله رو با یک کشور همسایه حل کنه سپاس آقای فرهنگ آقای سیقل با توجه به آنچه که آقای فرهنگ اشاره کردن مبنی بر نفوذ قدرت‌های بزرگ در انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کردن شما چی فکر میکنین آیا دولت که پس انتخابات شکل میگیره خواهد توانست سیاست خارجی را طراحی بکنه که متناسب با منافع ملی باشه حتی اگر با منافع قدرت‌ها در تناقض قرار داشته باشه ببینین اول خو مسئله بسیار مهمی را که هم شما مطرح کردین هم آقای فرهنگ صحبت کردن و هم در ذهن مردم ما است که اینمی قدرت های بزرگ دینمی انتخابات ما دست بازی خواهد کرد یک نفر بالاخره برنده خواهد شد اما اجازه بدین که از تجربه دست اول خود ما به شما بگویم که در طول دو سه سال گذشته ما هم با جامعه جهانی کار کردیم باشون صحبت کردیم لابی بسیار قوی در سازمان ملل متحد کردیم برداشتی که ما دارم این است که از نادرات است کار البته شفافیت انتخابات افغانستان با اعتبار بودن انتخابات افغانستان آل به آجندای داخلی قدرت های بزرگ گره خورده یعنی سیاسیون امریکا پیش مردم خود به اعتبار میشن اگر انتخابات ما به اعتبار شد اگر انتخابات برهم بخوره سیاسیون اروپایی پیش مردم خود پیش رای دهنده های خود به اعتبار میشن اگر انتخابات ما به وزن شود از این خاطر یک فرصت است یک فرصت است که به وجود آمده که ما یک انتخابات با اعتبار و سالم داشته باشیم فرای از انتخابات آیا ما در یک موقف قرار خود داشتیم که یک سیاست مستقل را در پیش بگیریم یک کشور کوچک مانند افغانستان برش کار ساده نیست که یک سیاست مستقل را در پیش بگیره اما اگر ذخایر فکری خود را جمع کنیم اگر معتقد به قانونمندی و نظام سالاری شویم ما فکر میکنم که افغانستان در یک فرصت بسیار کم باید در یک موقف قرار بگیره که سیاست خارجی خود قسم تنظیم کنه که با منافع ملی افغانستان جدی گره خورده باشه و کوشش کنه که با منطقه روابط خود قسم تامین کنه در چارچوب یک دیپلماسی فعال و ابتکاری منطقه‌ای که از امکانات منطقه هم استفاده کنه و به منطقه اطمینان بده که افغانستان بر علیه هیچ کشوری با کشور دیگه یک جای نخواهد شد سپس. کار ساده نیست اما من فکر میکنم به زحمت ضرورت داره اگر یک حکومت مردمی که از بستر انتخابات سالم بیرون شده باشه و اعتماد مردم با خود داشته باشه و در قدم اول سیاست داخلی را درست شکل بده من فکر میکنم موفقیت خود داشت چیزی که پیشتر یکی از جوانا گفتن که اوقدر سیاست خارجی ما با سیاست داخلی گره نمیخوره ما کتشان تا اندازه را موافق هستم تا اندازه را نه سیاست داخلی فوق العاده مهم است به طور مثال اگر ما بفهمم که در داخل کشور تولید انرژی برای ما بسیار مشکل است برای ما گران تمام میشه نیازمندی های مردم ما به انرژی 100% است و ما مجبور هستم که در قدم اول برای چند سال آینده برق بخرم از کشورهای آسیای مرکزی ما مجبور هستم سیاست خود که کشورهای آسیای مرکزی گرم بسازم و به همین شکل ده ها مثال دیگه داریم نیازمندی های داخلی افغانستان امروز سیاست خارجی چینه نیازمندی های داخلی چین دیکته میکنه 1.4 میلیارد نفر حکومت چین باید است که نان بده اینا به انرژی ضرورت دارن اینا به لباس ضرورت دارن اینا به تعلیم ضرورت دارن به تخصص ضرورت دارن کل ازیره مواد خامش باید است که چین از دنیا بیاره به اساس نیازمندی های داخلی خود چین سیاست خارجی خود تعریف سپاس سپاس البته سپاس. که موقعیت اساسی جیوستراتژیک افغانستان هم نقش خود داره و سیاست کشورهای بزرگ هم نقش خود داره ما او رو نادیده گرفته نمیتونیم اما اگر منافع ملی میگیم منافع ملی ما به رفای انمی جوانا و به پدرها مادرها خواهرها برادرهایشون گره خورده و ما باید از نیازمندی های از اینا رو تشخیص کرده به اساس هزی سیاست گذاری کنیم سپاس دوباره برمیگردیم به جوانان دانشجوی حاضر در این بحث و دیدگاه اونا را نسبت به اینکه خواستشان از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری مبنی بر چگونگی طرح و تدوین سیاست خارجی هست میپرسیم خدا احمد رفیق سنگری هستم یک تن از دانشجویان دانشکده روابط بین الملل
خواست ما در کل از نامزدها گرچه مسائل زیادی است، اما سه مسئله بسیار مهم است که اونا باید در تدوین سیاست خارجی آینده خود اونا را مد نظر بگیرند. یک، اجماع نظر فکری نخبگان فکری و نخبگان ابزاری که در سیاست خارجی ما بسیار تاثیرگذار هستند. و دوم، اینکه سیاست های مقطعی را باید کنار بگذارن و سیاست های دراز مدت که البته فکر دراز مدت و دید دراز مدت میخواه اونها را جایگزین سیاست های مقطعی خودان بسازن. و سوم، اینکه سیاست گذاری های خارجی ما را نسبت به سیاست گذاری های روس باید از فاصله ایجاد کنن بین اینا. سپاس. شما بفرمایید. تشکر و سپاس میکنم و سلام به همه دوستا و مهمانان عزیز. ما میخواهیم که در ارتباط به سوال شما بگوییم که چند گزینه خیلی مشخص و خیلی مهم است که در طرح سیاست خارجی باید مد نظر گرفته شود و ما با کم و کاستی های در این ارتباط در 12 سال گذشته تا جایی که میشه ملامت نکرد از یک نگاه حکومت فعلی را در ارزیابی های خوشبینانه که مطرح میشه، اما ارزیابی های خیلی مزیقی که اینجا هم صورت گرفت میشه تا جای ملامت شمرد حکومت را در سیاست خارجیش. به هر نگاه ما میخوایم یک سه تا گزینه خیلی مهم است که ما عرض میکنم، این که اولا در طرح سیاست خارجی، طرح سیاست های منظم و سیستماتیک در سیاست خارجی، و دومی که شناخت تعریف واحد و سیستماتیک از منافع ملی، و سوم مهمترین گزینه‌ای که میتونه سیاست خارجی را در حقیقت اجرا به مرحله اجرایش برمیخوره ارتقای ظرفیت دیپلماتیک است. باید در دستگاه دیپلماسی افغانستان اشخاص برجسته و خوب باشد تا چانزنی با جهان منافع افغانستان را تامین بکنه. سپاس از شما. آقای سیقل، میخواییم بسیار کوتاه پیشنهاد شما را به نامزدان احتمالی ریاست جمهوری مبنی بر چگونگی تدوین و طرح سیاست خارجیشان بشنویم. من فکر میکنم پیشنهاد ما ضرورت به یک پکیج بسیار کلان داره. این نیست که یک خط باشه که اینی کار بزرگوارا کنن. اما من فکر میکنم که شاید تدوین سیاست خارجی افغانستان به اساس قانون اساسی و اساس ماده 8 قانون اساسی و تصویب از او توسط شورای ملی آغاز یک تحول کلان در سیاست خارجی ما باشه. نه تنها تدوین از او، بلکه آمادگی ذهنی و روحی و فیزیکی برای تطبیق از او. و یکی نقطه را که دوستا گفتن که اجماع نخبگان ما، یعنی مغزای متفکر ما که میتونن یک سهم فعال بگیرن، باید برشون میدان داده شد. فکر میکنم که مهمترین چیز همین مسئله باشه که ما چطور خطوط اساسی سیاست خارجی خود هر چیزی تر تعریف کنیم، تصویب قانون به پارلمان افغانستان برسانیم و زمینه را مساعد بسازیم برای کار کردن با او خطوط اساسی در میان در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. تشکر. آقای فرهنگ، پیشنهاد شما چیست؟ من فکر میکنم که بسیار مسائل گفته شد، چیزی که من بگویم شاید تکراری باشه، اما یک نقطه‌ای که برای من بسیار مهم جلوه کرد تا آخرین جوانی که اینجا صحبت کرد، جمله گزینه‌هایی که گفت، یک نقطه بسیار مهم اشاره کرد و ایجاد ظرفیت هاست به سایه سیاست خارجی در افغانستان. تا ظرفیت ها وجود نداشته باشه، همه تمام گفتهایی که ما گفتیم در هوا میمانه، عملی نمیشه. متاسفانه تا بالا ریتر بوده که تمام کارها در وزارت خارجه افغانستان مثلا یا در دیگه نهادهایی که در سیاست خارجی افغانستان یا داخلی افغانستان دست داشتن، این بر اساس روابط و به اساس خیشخوری و غیره و غیره صورت گرفته و اشخاص در اونجا جای گرفتن که اونا حتی از سیاست خارجی افغانستان بهره ندارن. چی است؟ اگر اینجا ارتقای ظرفیت صورت بگیره به سرعت و اشخاص درست و با نخبگانی که تجارب عملی دارند در سیاست داخلی و خارجی افغانستان، کل از اینا یک تیم به زودترین فرصت تشکیل بتن، من یقین دارم که یک مجرای خوب ما برای ادامه یک سیاست معقول خارجی پیدا میکنه. سپاس از اشتراک شما در بحث و همین گونه سپاس از جوانان عزیزی که سهم گرفتن در این برنامه. تا انتخاب سوم دیگر و بررسی موضوع دیگر، خدا نگهدار.